شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل برای آتش بس عمومی را در جریان یک تلکنفرانس ویدیویی به اتفاق آرا تصویب کرد. نتیجه رأی گیری به این قرار است که پیشنویس قطعنامه ترک مخاصمه همگانی با 15 رأی موافق به صورت متفق القول تصویب می شود. نام این قطعنامه 2532 سال 2020 است و من پیش از توقف جلسه می خواهم از نمایندگان فرانسه و تونس برای تهیه پیشنویس آن و ترتیب گفتگوهای امروز قدردانی کنم. فکر می کنم نتیجه مذاکرات حاوی پیام روشنی از اتحاد اعضاست و امیدوارم که پیام این توافق جامع از محل شورای امنیت به همه جهان مخابره شود. پیشنویس قطعنامه آتش بس عمومی 111 روز پس از اعلام عالمگیری کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت تصویب شد. نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد تاکید می‌کند رسیدن به توافق فعلی مسیر دشواری را طی کرد، اما بر اختلاف‌ها فائق آمد. در پایان به مصالحه رسیدیم، به این معنی که همه طرفین به صورت منطقی بخشی از خواسته هایشان را کنار گذاشتند تا آنچه را که در اولویت بود به دست آورند. ما موفق شدیم، زیرا فقط بر نیاز جامعه بین المللی به آتش بس و دسترسی به خدمات بشر دوستانه در شرایط بحرانی فعلی تمرکز کردیم. قطعنامه پیشنهادی از همه طرف‌های درگیر جنگ و خشونت‌های مسلحانه خواستار توقف فوری درگیری‌ها به مدت 90 روز برای فراهم کردن مسیر امدادرسانی علیه کووید 19 شده است. جنگ علیه تروریست‌های داعش، القاعده، النصره و سایر گروه‌های تروریستی از این قاعده مستثنا است. شیده رضایی، صدای آمریکا.